سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز در خدمتون هستم با قسمت دوم آموزش سبک کلاسیک بریم روی چارت با هم دیگه صحبت کردیم تو قسمت اول گفتیم برای اینکه یه چارتی رو بخوایم تحلیل بکنیم اول میریم توی تایم فریم دیلی موومنت ها و کارکشن ها رو پیدا می کنیم. ببینیم دانترنده یا آپ گفتیم که دو تا موومنت و کارکشن پشت سر هم داشته باشیم متوجه میشیم که مارکت آپ هست یا مثل این هستش خب حالا واسه استفاده از این چیکار باید بکنیم یه نیم نگاهی هم داشتیم به این قضیه که همین موومنت های دیلی توی تایم فریم یک ساعته خودش با موومنت ها و کارکشن ها همراه است و اصلاحش هم دقیقا همینطور با موومنت ها و کارکشن ها همراه است ما گفتیم که توی این موومنت ها و کارکشن ها رو من این تایم یک ساعتش رو رنگ سبز میکنم گفتیم که این موومنت ها و کارکشن ها رو عدد گذاری می کنیم اگه اینجا واسه بکشم اول روند و رو یک میذاریم انتهای روند و رو دو میذاریم انتهای کارکشن و سه میذاریم دو سه هر وقت دو تا یک دو سه داشتیم روی چارت دیگه کم من تکرار نمی کنم. یک دو سه دو سه هر وقت دو تا یک دو سه داشتیم روی چارت میتونیم بگیم که روندمون اگه روی بالا باشه آپ اگر اگه روی پایین باشه دان حالا از این چه چجوری استفاده میکنیم در موردش هم صحبت کردیم که من اینو پاک کنم دوباره من اینو خورده بازتر بکشم تا بهتر بتونم براتون اینجا طرحش رو کامل کنم گفتیم که هر زمان که بالای 50 درصد توی تایم فریم دیلی اومد توی کارکشن اومد توی اصلاح میریم توی یک ساعته بعد از اینکه 50 درصد رو رد کرد میریم توی یک ساعته این حرکت روی بالا این کارکشنه وقتی که دانترن داریم با روند دیگه صبر میکنیم این روند ما شکسته بشه یعنی یکی از کفای مهم یکی از اون سه های ما رو بشکنه این موومنت آخر رو بالای 50 درصد بیا تو اصلاح وارد پوزیشن میشیم استاپ اون پشت میذاریم واسه تارگت های پایین تارگت ها هم کجاست این تارگت این کف این کف تمام این کف ها, ها میشه تارگت های ما <تصفح> خب بریم روی چارت ببینیم که آیا چیزی پیدا میکنیم یا نه تایم فریم یک ساعته چارت یورو دلار دارم خب اینجا مثلا نگاه کنید اینجا توی تایم دیلی کارکشن تموم شده و میخواسته به چرخه به سمت روند من این خطوط اضافه رو پاک کنم خب چه اتفاقی افتاده؟ من یک دو سه های این رو بکشم زمانی که داشته میرفته بالا اپترم بوده رنگش رو سفید کنم خب وقتی که داشته میرفته بالا اپترم بوده اینجا این حرکت قوی رو پایین این کف پایین رو شکسته این کف اصلی رو شکسته و میتونیم بگیم که روندمون چرخیده خب تنها کاری این اینه که سب کنیم بالای 50 درصد بیا توی اصلاح و وارد پوزیشن بشیم بالای 50 درصد نیومده توی اصلاح اصلا مهم نیست موومنت بعدی که اتفاق افتاده بالای 50 درصد اومده توی اصلاح 100 درصد اصلاح کرده حتی رفته این سقفم استافیشینگ کرده امروز میخوام در مورد این استافیشینگ ها هم باهاتون صحبت بکنم 100 درصد اومده توی اصلاح میتونستیم وارد پوزیشن بشیم با تارگت این پایین و تارگت بعدی هم اینجا که تک تک این تارگت ها رو به تارگت دوم هم تقریبا رسیده و تا نزدیکاش اومده ببینید اینجا بوده دوباره اومده توی اصلاح وارد ریزه شده بالای 80 درصد اومد اومده توی اصلاح وارد ریزه شده اینقدر این اتفاق افتاده تا اینکه دوباره این سقف شکسته خب روند ما چرخیده دیگه حالا باید سقف کنیم دوباره بیاد توی اصلاح بالای 50 درصد که اومد تو اصلاح گفتیم کندل این سایت که دیدیم توی تایمی که مارکت آمریکا یا مارکت اروپا باز هست با دیدن اولین کندل این سایت وارد پوزیشن میشیم به سمت موومنت تارگتمون هم اینجا میتونسته باشه استاپمون اونم که این زیر میتونسته باشه و این اتفاق افتاده حالا غیر از این روند یکی اینکه که محدوده هایی که ما میتونیم پوزیشن بگیریم یعنی محدوده هایی که میتونیم توقع داشته باشیم مارکت تا اون محدوده ها واسه این ما اصلاح بزنه چه محدوده هایی هست <تصفح> وقتی که روند ما اینجا شکل میگیره وقتی که روند ما شکل میگیره عددگذاریش رو اگه بکنیم ببینید عددگذاریش رو که بکنیم این یک این دو این سه این دو اینجا سه اینجا دو خب یک محدوده که میتونیم مشخص بکنیم تمام این سه ها ما بهشون میگیم سوینگ این سوینگ ها محدوده هستن که پر اردر بالاش من اینو پاک کنم محدوده رو واسه بکشم ببینید یه محدوده اینجاست یه محدودم اینجاست این دوتا محدوده محدوده هایی این که این حرکت های شدید رو ما بهشون میگیم سوین محدوده هستن که کسایی که اینجاها وارد پوزیشن سل شدن استاپ همه داخل این محدوده است و کسایی هم که اینجاها از مارکت جا موندن اوردرهاشون داخل این محدوده است مارکت پس گاهی اوقات خودش رو میرسونه به اون محدوده با این شدوها همراه است خودش رو میرسونه به اون محدوده و اوردرها رو میگیره و بعد حرکت میکنه خیلی جذاب این محدود واسه ما به خاطر اینکه استاپلاس های کوچیکی بهمون میده و تارگت های بزرگی بهمون میده و به در واقع ریسک به ریوارد های خیلی خوبی میتونیم ازش بگیریم اینجا رو دوباره ببینید اینجا دوباره همین اتفاق افتاده اینجا ما یه سوینگ داریم اینجا ما یه سوینگ داریم ببخشید که میتونه مارکت خودش رو برسونه به اون سوینگ و ها رو بگیره و حرکت شدید بکنه دقیقا اینجا این اتفاق افتاده بریم جدولت، بریم روی مثلا شاخص نزدک تایم فریم 15 دقیقه این اتفاق و این اتفاقایی که این استافیشینگ ها رو خیلی ما روی شاخص های بورسی میبینیم خیلی خوب جواب میده و خیلی جذابه اینجا رو ببینید وقتی که اینجا یه سوینگ ساخته ریخته دوباره مارکت خودش رو به هر قیمتی که بوده رسونده توی اون محدوده و بعد دوباره حرکت شدید روی پایین انجام داده همیشه این اتفاق میفته گاهی اوقات ببینید یا مثلا امروز هم اینجا این روند روی پایینی که داشتیم رفته توی اصلاح مارکت خودش رو رسونده توی سوینگ اونجا و حرکت روی پایینش انجام داده و وارد فاز ریزشی شده مثلا بریم روی جفت ارز انزدی دلار فکر کنم این اتفاق افتاده بود اونجا رو بهتون نشون بدم ببینید بعد از این حرکت روی پایینی که کرده مارکت خودش آورده بالا رسونده به اون سوینگ چند پیپ از این سختش ببینید یکم زوم کنم خودش رو رسونده به اون محدوده و وارد حرکت ریزشی شده خب پس چی شد من اینجا حالا بهتون بخوام توضیح بدم دوباره یه ریویو با هم بکنیم اولین کاری که ما میکنیم برای اینکه یه چهار تا بخوایم تحلیل بکنیم حرکت اول قدم اول اون اینه که توی تایم فریم توی تایم فریم دیلی خب من آها توی تایم فریم دیلی میریم وارد اینو بنویسم دیوان دی یک تایم فریم دیلی اول میریم روند رو پیدا میکنیم اینو تیک میزنیم میریم بعدی حرکت بعدیمون توی تایم فریم H1 دنبال بالای پنجاه درصد اصلاح توی اشفان یه رو، روند رو به سمت موومنت دیلی مون پیدا میکنیم که بالای 50 درصد اصلاح داشته باشه و وارد پوزیشن میشیم تارگت هامون هم که تمام اون سه های قبلی هستش و حالا برای اینکه اصلاح ها اگه از 50 درصد حرکت کرد رو به بالاتر محدوده هایی رو انتخاب میکنیم اینجا بنیسم محدوده هایی رو انتخاب میکنیم که استاپ فیشینگ اتفاق میفته محدودایی که واسه ما استافیشینگ داره یکی از محدودهایی مدل دیگه از محدوده هایی که میتونه قیمت به ریاکشن نشون بده روش بریم توی مثلا جفت ارز پوند دلار یکی از محدودایی هایی که قیمت میتونه روش حالا غیر از استافیشینگ ما انتخاب میکنیم جاهایی که گرههای قیمتی به وجود میاد توی دیلی توی روند ها مثلا جایی که مثل اینجا ببینید حرکت روی باله که داره یکی از کند، مثلا کندل مثلا همه کندلا سبز یهو یه کندل قرمز میبینین با یه بادی کوچیک اونجا جاییه که ببینید اینجا اونجا جاییه که قیمت میتونه بهش برسه و وارد واکنش بشه اینجا ببینید اینجا که شکسته شده اومده بالا از اون محدوده ریخته دوباره یه دفعه دیگه که رسیده به اون محدوده از اون محدوده وارد لگه ریزشی شده پس ما محدوده دومین محدوده ای که انتخاب میکنیم محدوده یه که گره های قیمتی روی تایم فریم دیلی هست همیشه دوستان از من پرسیدن که این محدوده رو بر چه اساس انتخاب کردی محدوده هایی که بر اساس گره قیمتی توی تایم فریم دیلی اتفاق میفتم محدودهای های جذابی برای ما هست و میتونه وارد باعث ریاکشن چارت بشه یا حالا بریم یه خورده قدیمتر رو ببینیم ببینیم آیا اینجا این اتفاق افتاده بله اینجا ببینید یه گره قیمتی داره قیمت بارها بهش واکنش نشون داده و دوباره هم بعد از اینکه خیلی ازش شور شده دوباره خودش رو اصلاح کرده به اون محدوده و از اونجا دوباره وارد فاز ریزشی شده خیلی ممنون که همراه ما بودین در قسمت بعدی خورده سعی میکنم که تخصصی تر ببینیم این سیستم و دیگه سعی میکنیم پوزیشن های بهینه به رو بهتون معرفی کنیم که چطوری میتونیم از این محدوده ها از این موومنت کارکشن ها کمترین استاپلاس و بیشترین تارگت رو در بیاریم خیلی ممنون که همراه من بودید